Hello everyone and welcome to our today's lesson. Today we will study grammatical point. As you can see, today we are going to study page number 19, lesson 4, grammar 2. Here we have a grammatical point. The grammatical point is relevant to our previous lesson. درس امروزی ما ارتباط داره شاگردای عزیز به درس قبلی ما. ما در درس قبلی فرست کاندیشنال رو خوانده بودیم، امروز میخوانیم سیکند کاندیشنال. اما پیش از اینکه ما درس خود شروع کنیم، اینجا یک پسیج داریم. شما سه تصویر میبینید، در سه تصویر سه پسیج مختلف است که اون تصویر رو به ما بیان میکنه. So let's hear the audio first, then we will talk or discuss about the passage or the pictures. Let me put the audio for you. Let's hear the audio first. Listening 16. Listen and read. What sport is Chip playing? I like basketball. But I can't get the ball into the hoop. If you had longer legs, you'd jump higher. Try these springs. Camera, I'd take a picture. Very funny. If you took a picture, I'd never speak to you again. Okay. As you heard the audio, here we have a passage about Professor and Chip. موضوع امروزی ما مثل همیشه درباره پروفسور و چیپ است، اون رباتی که پروفسور جور کرده. هر دویش یک کار رو انجام میدن که گرامر امروزی ما را به ما در جملات خود تشریح میکنن. قسمی که شما اینجا دیدین بعضی از چیزاست که مثلا فرض کردن است. مثلا یکی فرض میکنه، یکی تصور یا خیالات خود انت یک چیز به خود میسازه. مثلا میگه من اگه اینت یک چیز میداشتم، اینی تو یک کار انجام میدادم. یعنی پیش خود فرض میکنه، پیش خود فکر میکنه. اینجا هم قسمی که در تصویر شما میبینین چی میگم؟ اگه میگم من پاهایم درازتر میبود، من میتونستم که بلندتر خیز بزنم و داخلمو جال یا داخلمو سبته که باسکتبال میتونستم توپ بندازم، میگم. اما اینجا چی رو فرض کرد؟ یعنی یک اتفاقی که بسیار ندرتا قرار است که بیفته درباره او گپ زد. مثلا if I had a longer legs, if you had a longer legs you would jump higher. اگر تو پای درازتر می داشتی، تو می دانستی که بلندتر خیز بزنی. اما اینجا یک جمله دیگه هم است. If I had a camera, I'd take a picture of you or a picture. میگم من اگر کامرا می داشتم چی میگم؟ عکس تو رو میگرفتم. بعضی از اتفاقا یا بعضی از چیزاست که قرار نیست به اتفاق بیفته درباره او گپ میزنم. اما این بخش گرامری ما در نظرتان چی باشن؟ سیکند کاندیشنال هستن. سیکند کاندیشنال رو چه قسم تشریح کرده با ما؟ در کتابتان قسمی که میبینین گفته که use the second conditional to talk about things that are unreal or likely to happen in the future. میگم second conditional را یا ام فرضیه یا تخیلاتی که ما در پیش خود داریم فرض کردن یک چیز. با ما دومش second conditional با ما چی را بیان میکنه؟ چیزایی که غیر واقعی باشه و یا قرار است که به بسیار ندرت کم قرار است که ندرتا قرار است که به اتفاق بیفته، اینا رو با ما بیان میکنم. For example, if I had a camera, I'd take a picture. یعنی اینجا فرض کرد اگر من یک کامرا می داشتم، حتما یک عکس می گرفتم. If I had a longer legs, I would play so badly. If I had longer legs, I wouldn't play so badly. من اگر پای دراز می داشتم، من به این اندازه خراب بازی نمی کردم. Look,
If you took a picture, I would never speak to you again. I got to اینجا بعضی تغییرات آورده. به طور مثال اینجا ایفا در شروعش قرار داده و کامرا در موبایل ما داریم. اینی بخش ما را فرضیه فکر کنیم یا if classes این بخش ما را result فکر کنیم. ما در درس قبلی درباره تقسیم بندی کلاس ها یا کاندیشنال ها گپ زده بودیم که if class ما در شروع قرار میگیره و result ما در آخر. وقتی که if class ما در شروع قرار گرفت و result ما در آخر قرار گرفت ما بین if class و result خود یک کامه میمانیم. اما وقتی که if class ما در شروع در آخر قرار بگیره و result ما در شروع قرار بگیره ما کامه را استفاده نمی کنیم. I would never speak to you again if you took a picture. ای تغییرات یا ای قانونش ما در درس قبلی خوانده بودیم. Second conditional questions. چه قسم ما جمله جور میکنیم؟ سوال جور میکنیم. به طور مثال ما در شروعش would استفاده میکنیم. Would you play rugby if you live in England? ما در شروعش فقط بود علاوه میکنیم و همچنان یعنی فیل ما شکل سیوم بگیره یا شکل دوم بگیره. معمولا شکل دوم میگیره. در اون صورت ما جمله جور کردیم. Yes, I would. No, I wouldn't. و yes که باشه I would. No باشه I wouldn't. یعنی منفی و مثبت شده نظر بگیریم. Look. یا اینجا یک چیز دیگه هم هست. I'd would not سعی کنیم کوتاهیش و درازش براتون تشریح کنم. میریم سراغ یک سلاید. سلاید براتون واضح‌تر تمام میشه. سلاید چی کنیم؟ ببینیم که در سلاید چه قسمه. Second conditional real or unreal. Unreal conditional یعنی واقعی نیست، غیر واقعی است. معمولا بسیار کم این چیزا را ما فرض کرده میتونیم. بیایم سر درس اصلی ما یا بخش اصلی ما. If plus simple plus plus would plus verb or base form. ما در شروعش if قرار میدیم، بعد از او یک شکل گذشته را و در result خود شروعش با چی میکنیم؟ would میکنیم و بعد از او یک بیس فرم یا فیل دست نخورده ما. این چیزه در کتاب دارم خوندین. We use the second condition to express unreal or likely situation in the present or future. یعنی وضعیت هایی که غیر واقعی و بسیار سطحی باشه در باره او چیزها بیان میکنه second condition رو. چیشه اتما سکرین بگیرین، سکرین شات بگیرین، فرمولش بخاطر که بدون فرمول یک کم برتون سختی میکنه. Explanation از این آتیشن میایم سر چی میایم سر اگزامپل هایش که اگزامپل ها را چه قسم دادم. If I had something to eat میگه اگر ما چیزی برای خوردن می داشتم I would finish it in 2 minutes. ما دفتم اون را یعنی ما دو دقیقه را خلاص میکنم. سعی کنیم fast gatherers یعنی چیزی هست که معمولی است و تو 100% نیست که به اتفاق بیفته. The second one. If I had 3 bananas, I would give you one of them. اگر من 3 کیلا می داشتم یک توش حتما به تو می دادم. Second if فرض میکنه اینجا و همچون کاما هم استفاده کرده. If کلاس در شروعش قرار دادم و مین کلاس یا ریزلت در آخرش قرار دادم. If I had $10,000, اگر من $10,000 می داشتم چی میکرد؟ I would buy a beautiful car. ما یک موتر می خریدم. یعنی 100% نیست که اگر اون $10,000 اگر به دست بیاره 100% نیست که موتر بخره. دیگه یکان جای دیگه هم مصرف کرده می دونم. Okay. If I had a helicopter, I'd fly to school and wouldn't be late. میگه اگر من یک هلیکوپتر می داشتم یا تیاره یا چوپر می داشتم چی میگه؟ من تا مکتب از طریق اون می رفتم و هیچ وقت نوقت نمی شدم. سعی کنید چیزایی نیست که حقیقت داشته باشه. تو هر کسی را دیدین که با هلیکوپتر چی رفته باشه مکتب؟ خب این بخش هم اکسپلینیشن است. I would همیان دکتاب دارم خوندیم. کوتاهش درازش I would است. کوتاهش I'd است. I'd. Short form.
I would fly to school. I'd fly to school. Ardışen ma. خب شغل نازنین درستان تا اینوینجا بود. این بخش پایینی مربوط خودتان میشه. شما باید این بخش تکمیل کنید. خانه خالی هایی که برتان داده شده با استفاده از چی از حالت دوم فیلم ایره چی میکنین؟ شما تکمیل میکنین. و همچنان بخش چهارم ما speaking part است که اینجا هم برتان کارخانگی داده ایست داده شده. شما چی میکنین؟ اینا را تکمیل میکنین. Okay then guys, have a nice day. Goodbye everyone. See you soon at the next lesson inshallah. Goodbye everyone.